خب رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله ادبیات، از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردن، شعر گفتن و غزل گفتن، عارف قزوینی است. عارف قزوینی در سال 1259 در قزوین به دنیا اومد. در سن 23 سالگی با غزلهاش به مشروطیت کمک کرد و یار و غمخوار مشروطیت شد، مشروطه خواه شد، و در 2 بهمن 1312 هم در سن 54 سالگی روی در نقاب خاک کشید و در آرامگاه بو علی سینا در همدان اونجا مدفون شد. ایشان از جمله کسایی است که شعرش مملو و از آزادی است، آزادی خواهی است، وطن خواهی است، استبداد ستیزی است. سلام بچه‌های عزیز، صبح شما بخیر، خسته نباشید. رسیدیم به ادبیات پایداری فصل دو. امروز بحثمون ادبیات پایداری است. هر دو قسمتش و خودآزمایی‌ها و آخرین قسمتش. بعد گنج حکمت هست که در خاکریز و کارگاه مدپژوهی ما رو در فصل دوم، امروز رو درس ادبیات پایداری درس سوم هستیم، آزادی. خب میریم سراغ درس. درس سوم آزادی. بسم الله الرحمن الرحیم. ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است. خب ناله مرغ اسیر، ناله مرغ اسیر، ناله استعاره از شعر، سخن. ناله استعاره از شعر و سخن. مرغ استعاره از خود شاعر، خود شاعری در زندان گرفتاره. پس ناله استعاره از شعرشه، مرغ استعاره از خود شاعر. همه بحر وطن است، بحر یعنی برای، این همه بحر وطن است، بحر یعنی برای، پس وطن میشه متمم. مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است، پس این تشبیه داره، من مشبهم به مسلک مرغ گرفتار قفس، مثل منه، او مثل منه، روشش مثل منه. خب بریم سراغ اینکه خورد کنیم ببینیم چیه. اولا یادتون باشه مسلک راه و روش رو میگن، مسلک راه و روش رو بیان میکن، میگن لغتا مسلک راه و روش. این رو پاتخته براتون مینویسم و توضیح میدم. خب رسیدیم به بیت اول. ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، یعنی این همه ناله مرغ اسیر بحر وطن است، یعنی برای وطن است، درست شد؟ خب این میشه چی؟ هسته نوشتیم. مرغ مضاف الیه، اسیر صفت مضاف الیه، وابسته پسین. ما دو تا وابسته پسین داریم، دو تا وابسته پسین. خب این همه، این همه جاش اینجا بوده، یعنی این همه ناله مرغ اسیر، این میشه چی؟ صفت اشاره وابسته پیشین. بحر گفتیم یعنی چی؟ برای، برای وطن، وطن متمم. خب وطن متمم است فعل ربطی. پس این همه ناله مرغ اسیر بحر وطن است، مجموعش میشه مسند. خب پس اینجا ما چی داریم؟ دو تا وابسته چی داریم؟ پسین داریم. مسلک مرغ گرفتار قفس، دقت کنید من یه ستاره اینجا میزنم، یه ستاره هم اینجا میزنم، یک دو سه صفت، صفت مضاف الیه، پس بنویسیم صفت مضاف الیه وابسته وابسته، قفس مضاف الیه مضاف الیه میشه چی؟ وابسته وابسته. خب اول از چی شروع میکنیم؟ یک دو سه چهار، اول صفت شروع میکنیم چون قانون داشتیم، اول گرفتار میزنیم به مرغ، بر قفس و به کل، بعد کلش هم به چی؟ مسلک هسته اصلی ماست. خب خب مرغ گرفتار قفس، الان ببین چند تا وابسته پسین داره؟ یک دو سه، سه تا وابسته وابسته پسین داره. پس این هسته است، این هسته است، اینم هسته است، اینا چی هم؟ تعداد وابسته های پسینه. همچون من است که کلش گرفتیم مسند با اعداد، تا
واحد تشبیه من میشه مشبه. پس تشبیه در اینجا ما داریم، حواستون باشه. او مثل من است، یعنی مستک مرغ گرفتار قفس مثل منه. پس ما تشبیه هم اینجا داریم. استم که فعل ربطی. خب ببینیم چند تا جمله است. میگه یک، دو. دو تا جمله داریم، دو تا جمله داریم و بقیه‌اش هم که براتون حل کردم. اگه بخوام بگیم از لحاظ قافیه‌ای هم بخوام بررسی کنیم برای بچه های انسانی، ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است. خب اما وزنشو بخوام بگم بچه‌ها، تو میشه فاعلاتون، فعلاتون، فعلاتون، فعلان. اینجا یه اختیارات داره، اینجا هم یه اختیارات داره، درست؟ دو تا اختیارات داره، اینم یه اختیارات، اونم یه اختیارات. خب حالا میخوام بگیم چی؟ میگیم این زبانیه بچه‌ها، حواستون باشه. اینم زبانیه، این وزنیه، این زبانیه، اینم وزنیه. حالا چیزای دیگه هم که داره، ناله مرغ اسیر این همه، اینجا هم یه داره، این حذف همزم داره، بحر وطن است. اینجا هم حذف همزه داره، حذف همزه داره. پس اینا زبانی هن، این هم زبانیه. مسلک مرغ گرفتار قفس، مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است. اینجا هم چی داره؟ اینجا هم حذف همزه داره، این هم زبانیه. خب اگه بخوام وزنشو بنویسیم میشه چی؟ فاعلاتون، فعلاتون، فعلاتون، فعلون، اینم که همینه. بحر، بحر رمل مسمن مخبون محذوف. خب اینا که نوشتم بچه‌ها برای انسانیاست، زیاد توجهش نکنیم، برای ریاضی یا تجربی ها نیست. وطن است. خب اینجا بنویسم است ردیف وطن و من، و همینجور بریم پایین تر میشن چی؟ میشن قافیه. قاعده، قاعده دو، فتح و نونم حرف چیه؟ اصلی آنهاست. اینها رو هم براتون نوشتم که داشته باشید. خب مطلب از وابسته های پسین رو گفتم، وابسته های پیشینش که ببینیم چجوری وابسته پیشین. خب این همه، این میتونیم بگیم این همه ناله، این صفت وابسته پسینه. اگر هم همه رو بیاریم اول، باز همه هم همینطور صفت مبهم وابسته پسینشونه. اگه بیاریمشون اینجا نگیریم، میتونیم میشیم قید، چون بعد بین قید و اینها یه خود مشترکه من براتون نوشتم دیگه. نه، میشه این همه ناله مرغ اسیر برای وطن است. این مقدار، خب این مقدار، این برای همین نوشتم. این هم که وزنش برای انسانیا بود و نکاتی برای انسانیا بود. فکر میکنم دیگه چیزی در اینجا نباشه براتون بگم. وابسته‌های پسینشون که گفتم در اونجا دو تاست، در اینجا سه تاست و فکر میکنم دیگه به اتمام رسید این بیت پرچالش. خب بریم سراغ متن. خب رسیدیم بیت دوم. همت از باد سحر می طلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. همت خواستن، کمک خواستن. پس اینجا همت یعنی کمک خواستن، یادتون نره. همت از باد سحر، باد سحر بچه ها نماد پیام رسانه، باد سحر نماد پیام رسانه، پیام میبره. همت از باد سحر میطلبم، کمک از اون میخوام، پس تشخیص. همت از باد سحر میطلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. درست شد. ببرد چه چیزی را؟ خبری را. از کی؟ از من، مفعول متمم، رفیق متمم، که حرف ربط وابسته ساز، به طرف متمم، چمن به طرف چمن مضاف الیه. خب حالا، خب الان میگه همت از باد سحر میطلبم گر ببرد. هنوز این گر ببرده هنوز معلوم نیست که ببرده، هنوز معلوم نیست، یعنی اعتماد نداره که ببره یا نبره، چون باد سحره، احتمال داره ببره، احتمال داره نبره. چون این احتمال بردن و نبردن داره، اعتماد نداره، اینو میگه چی؟ گر ببرد. احتمال، اعتماد نداره.
اشاره به وضع بد جامعه است. اشاره به وضع بد جامعه است. حواستون باشه. همت از باد سحر می طلبم گر ببرد، خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. خب فقط چمنه، اطراف چمنه، یعنی باغ نیست. پس اینجا مجازه، چمن مجازن باغه. خب رفیقی که به طرف چمن است چی میخواد بگه؟ کنایه از این که آزادن، دوستانی که آزادن. پس رفیقی که به طرف چمن است میخواد بگه کنایه از دوستانی که آزاد هستن. خب پس اینا رو من همه رو براتون گفتم که دیگه مشکلی نداشته باشید. همت از باد سحر میطلبم گر ببرد. خب این سحر مضاف الی وابسته پسینه. بعد خبر از این خبر رو گفتیم مفعوله، بقیهش هم که براتون مشخص کردم. فعل جملتون هم مرکبه، حواستون باشه. همینتون میتونیم بگیم جمله هاتون تو اینجا جمله مرکبه، حواستون باشه. جمله مرکب داریم توی بیت دوم. بیت سوم: فکر ای هموطنان در ره آزادی خیش بنمایید، که هر کس نکند مثل من است. خب فکر ای هموطنان در ره آزادی خیش، راه آزادی، اگه بگیم در باره آزادی میتونیم بگیم راه آزادی هم چی؟ این آزادی مضاف الی، حواستون باشه. بعضی گفتن اضافه تشبیه، حالا من زیاد روش مانور نمیرم. فکر یه هموطنان، خب هموطنان وندیه، یادتون باشه، همشو ندیم، این وندیه. فکر یه هموطنان در ره آزادی خیش بنمایید. خب فکر کردن کنایه است از چی؟ چاره جویی کردن. یه چاره جویی برای خودتون بکنید، یه فکری برای خودتون بکنید، یک اندیشه برای نجات خودتون بکنید. فکری ای هموطنان در ره آزادی خیش بنمایید. خب که هر کس نکند مثل من است. که هر کس چی؟ که هر که فکر نکند. اینجا فکر حذف قرینه یه چیه؟ لفظیه. مثل من است، پس او مثل من است. او دوباره اینجا نداریم، اون هر کسه اینجا نیامده. او یا هر کسه، اون هر کسه یا او مثل من است. حذف قرینه چی؟ لفظی. اگر هر کس رو بگیرید لفظی میشه. اون هر کسه مثل من است، ما میگیریم او، اگه او بگیری به قرینه معنوی میشه. ولی حالا تو دارم بهتون میگم اینجا او همون هر کسه، پس هر کسه رو بذاریم اینجا، حسب به قرینه لفظی است، حواستون باشه. بنمایید که هر کس نکند مثل من است. خب تشبیه دیگه، تشبیهشو میبینید. خب قرینش هم گفتیم لفظیه، به اعتباری که تکرار شده، هم فکرشو هم او را اگر لفظ او رو بگیرید معنوی میشه، اما اگه اون هر کسه رو که خودشو بذاره جاش که بهتره میشه لفظی. خب فکر ای هموطنان در ره آزادی خیش بنمایید، که هر کس نکند. باز دوباره جملتون چیه؟ مرکبه، درست شد؟ که هر کس نکند مثل من. خانه کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه، که بیت الحزن است. خانه استعاره است چی؟ ایران، کشور ایران. خانه کشور ایران. خانه کو شود از دست اجانب آباد، اینجا دست معنی دست نمیده، مجازن قدرت و توانایی و امکاناته. از امکانات و قدرت و توانایی بیگانه استفاده کنی، کشور رو آباد کنی، اونم چی؟ اجانب، بیگانگان. خانه گفتیم استعاره از ایران. خانه کوشود از دست اجانب آباد، پس خانه ای که از دست اجانب چی بشه؟ آباد. آباد چیه؟ مسنده. خانه نهاد، خانه نهاد. اینجا او به خانه برگشته، یعنی او زبل دارای روح انسانی، ضمیر انسانی به چیز برگشته. بعد میگفت آن، ولی حالا گفته او، اب نداره، ما مالا چشم پوشی میکنیم. او برگشته به چی؟ اون خانه. خانه کو شود از دست اجانب، خانه کان شود از دست اجانب، این با منطق بهتر بود، ولی خب حالا ما عیبی بر ایشان نمیگیریم. او
به خانه برگشته. پس خانه میشه نهاد، آباد میشه مسند، دست اجانب، اجنبی میشه اجنبی، جمع مکسر بیگان، اجنبیه، بیگانگان. خب دست اجانب، اجانب مضاف الی وابسته پسین، از دست متمم. دقت کردید، این اجانب مضاف الی، دست متمم. دست رو گفتیم مجاز، قدرت، توانایی، امکانات. خب خانه کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. خب خب اولا ویران و آباد داره که خب تضاد هم دارید، متوجه هستید. زشک ویران کنش چه چیزی را؟ این شین را، این شین میشه مفعول. با اشک او را ویران کن. ویران چه نقشی داره؟ مسند. جملتون چهار جزئیه. پس اشک متمم، ویران مسند، شین مفعول. پس جملمون چهار جزئیه. اونجا جملمون سه جزئیه چی بود؟ مسندی بود. اینجا چهار جزئیه، همین یه تیکه چهار جزئیه مفعول مسندیه. شین مفعوله، ویران مسنده. زشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است. خب آن خانه، آن صفت اشاره وابسته پیشین. پس آن خانه رو از اشک ویران کن که حرف ربطه، که بیت الحزن است یعنی بیت الاحزان است، خانه غم است، خانه‌ای که بعد توش رفت نالید گریست. تلمیح داره به داستان حضرت یعقوب علیه السلام که ایشون یک خانه‌ای داشت، اونجا اتاقی داشت، به خاطر دوری یوسف گریه میکرد. بیت الحزن، بیت الاحزان، حالا کاری نداریم. پس بیت الحزن خانه غم، خانه اندوه. خب زشک ویران کنشان خانه، خب آن خانه میشه نهاد، ویران مسند، شین مفعول، ز اشک، اشک متمم. آن خانه که بیت الحزن است، که اینجا دوباره یه آن خانه رو دیگه میخواد، اینجا یه خانه میخواد دوباره. حذف به قرینه چی؟ لفظی. حواستون باشه که اونجا نهادتونه میشه. آن خانه بیت الحزن است، بیت الحزن مسنده، حواستون باشه بیت الحزن مسنده. آن خانه که حذف شده این برای ویران کردنه، این آن خانه یا آن خانه دیگه میخواد، اون میشه حذف به قرینه لفظی. خب زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. خب بریم سراغ آرایه. این ورد گفتم دست چی داره؟ مجاز داره. اما زشک ویران کنش کنایه از شدت ناراحتیه، اغراق داره، یعنی این همه عشق بریزی اون خانه رو خراب کنی. پس یک اولا شدت ناراحتی رو می‌نیسونه، کنایه است، اغراق داره. خب این دوتا. خب بریم سراغ آن خانه بیت الحزن است. آن خانه بیت الحزن است تشبیه، تشبیه اسنادی هم هست. آن خانه که حذف شده است، آن خانه بیت الحزن است، این هم تشبیه درونی که تشبیه اسنادی هم هست، حواستون باشه. خب بیت الحزن هم گفتیم مسنده. خب با اشک زیاد منظورش خراب کنه. جامعه کو شود از جامعه کو نشود غرقه به خون بهر وطن، بدران جامعه که ننگ تن و کم از وطن است. خب خب جامعه کو نشود غرقه به خون بهر وطن، لباسی که غرق خون نشود. خب حالا اون لباس جامع نهاد، غرق مسند، درست؟ باز دوباره همون رو داریم. جامعی کو نشود، این اوه به جامع برمیگرده، جامعی کو نشود غرق به خون بحر، یعنی برای وطن، غرق به خون بحر وطن، خون متمم، وطنم متمم، غرق مسند، جامع نهاد، که هم که حرف ربطه. جامعی کو نشود، جامعی که او غرق به خون نشود بهر وطن، بدران جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. خب بریم سراغ مصرع دوم. بدران جامعه، اون جامعه رو پاره کن که ننگ تن است. خب ننگ اون جامعه، بدران جامعه که ننگ است. آن جامعه یه
بدر آن جامعه، اینجوری بگیم بدر چه چیزی را، آن جامعه را، این مفعول برای بدر. بدر آن جامعه که ننگ تن و کم از وطن است. این ننگ مسنده، یعنی اون جامعه ننگ است، درست شد؟ که حرف ربطه، این ننگ است، اینم از فعل ربطی سه جزئی مسندی. بدر گذره، چرا؟ چون اون جامعه میشه مفعول برای بدر. جامعه کونه شود غرق به خون بحر وطن، بدر یعنی اون جامعه رو بدر. آن جامعه ننگ تن است، درست شد؟ ننگ تن است، باعث زشتی تن است. و کم از کفن است، کم از کفن کنایه است، کنایه از بی ارزش است، بی ارزش تر است از کفن. خب ببینیم چه چیزهای دیگه اینجا داره برای شما بگم. بدر آن جامعه که ننگ تن و بد تنه و کم از چیه؟ کفن است. کم از کفن رو کلن میتونیم بگیریم چی؟ کلشو مسند بگیریم. بدر آن جامعه که ننگ تن است و کم از کفن است، پس این میشه یه مسند، اینم میشه یه مسند دیگه. و کنایه از چیه؟ بی ارزش بودنه این جامعه رو برای ما بیان میکنه. جامعه کونه شود غرق به خون بحر وطن، یعنی کنایه از، میخواد بگه تا تو زخمی نشی، اون جامعه خونی نشه و تو کشته نشی، رنج نکشی، اون جامعه که تن تو اومده اون باعث ننگ و آر توه. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. خب دقت زیادی داشته باشید. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم، یعنی ما در این ملک سلیمان کردیم، درست شد؟ سلیمان تا میشه میاد حرف سلیمان، از سلیمان میگیم چی؟ تلمی. خب سلیمان تلمی. خب آن کسی را که در این ملک، یعنی در این سرزمین، در این کشور سلیمانش کردیم. آن کس مفعولتون باشه، آن صفت اشاره وابسته بشین، آن کسی را مفعولتون باشه، در این ملک این صفت اشاره وابسته پیشینتون باشه، ملک متممتون باشه، سلیمان مسندتون باشه. او را سلیمان کردیم، او را آقا گردانیدیم. ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. خب اینجا اهرمن یعنی شیطان، درست شد؟ او اهرمن است، او نهاد، اهرمن مسند، اصل ربطی جملتون سه جزئی مسندی. خب حالا ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است، اینجا اهرمن استعاره از محمد علی شاهه، اینجا استعاره از محمد علی شاهه. خب گفتیم که تلمی داره، یه وزیر داشت جناب سلیمان به نام آصف برخیا، اون انگشترش رو به اون میداد و در دستشویی میرفت. بعد یه روزی که انگشتر رو داده بود، گویا به شیطان داده بود، شیطان به صورت آصف برخی آمده بود و ماجرایی داره که اگر خواستید پی بگیرید. پس تلمیش رو براتون گفتم. ملت امروز یقین کرد، ملت یقین کرد، امروز هم قیدتونه، ملت هم که نهادتونه. خب این نکاتی بود که امروز براتون در این شعر گفتم. انشالله که مورد نظرتون و توجهتون واقع شود.